با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این پنجمین روز از سومین ماه در پانزدهمین سال از سومین هزار، خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و گام به گام نزدیک میشیم به سالگرد تلویزیون میهن. وارد هفتمین سالش میشود همین روزا. ماه مارس 2009 بود که اقدام به این کار کردیم و بعد هم امسال به حال تلاش کردیم که این وبسایت رو تغییر بدیم. خیلی در حقیقت پاسخهای مثبت میگیرم. عزیزی از انگلستان ایمیل قشنگی برای ما نوشته بود و ازش ممنون و متشکرم. البته سایت هنوز نواقص دارد، فراوان دارد، اونا رو یواش یواش برطرف میکنیم. کار سختیه و با بضاعتی که من دارم در این بحث تکنیک و اینترنت و اینا و این سرعتی که او دارد ما اصلا بهش نمیرسیم. هرچی ما میریم جلو اون از ما سه قدم میره جلوتر، ولی تلاشمون در این زمینه است. اما از اینها بگذریم. خوشحالم که با یه هفته تاخیر این بار دوباره میتونیم در خدمت آقای منفرزاده باشیم. ازش خواهش کردم که آقا درسته که شما در سفر هستی، ولی اگر امکان اینترنت برات وجود داره ما رو محروم نکن، علی خصوص این روزها که بحث آقای باراک اوباما است و سفر او به آمریکا و حواشی و موضوعاتی که همه راجبش حرف زدن. فکر کردم که از آقای منفرزاده بخوایم در ادامه موضوع آزادی های بی قید و شرط سیاسی این موضوع آقای نتانیاهو رو تو همین چارچوب بررسی بکنیم و ببینیم که بالاخره او هم آیا تو این کلاسه، تو این کاتگوری، تو این پرونده قرار میگیره، میشه او هم آزاد باشد یا نه او جزء در حقیقت پرانتز هاست. اصلا اصولا این بحث آزادی های بی قید و شرط سیاسی آیا پرانتز پذیر است یا نه. به هر حال اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنم. میدونم که شما بیشتر از من مشتاقید که صحبت های آقای منفرزاده بشه. برای شما عزیزانی هم که از طریق رادیو و یا شماره تلفن 712 پیگیر برنامه هستی و عرض می‌رسونم که گفتگوی ما امروز با آقای منفرزاده مثل هر پنجشنبه ادامه می‌یابد. به هر حال با سپاس از همه شما خوبان نازنین و تشکر از آقای منفرزاده که بار دیگر این فرصت رو در اختیار ما می‌گذاره که از نظراتش آگاه بشویم، با طرح همین پرسش میریم خدمت آقای منفرزاده و ازش میپرسیم که نظر او چیست. آقا من به شما درود میفرستم، خوشحال میشم که اگر سوالم مفهوم بوده است پاسخ شما رو در این زمینه بشنوم. بفرمایید. با درودهای فراوان به شما و بیننده شنونده های میهن، شبکه رسانه میهن و سپاس متقابل از این امکان در اختیار من میشه. برای من باز آزادی که معلومی که آقای نتانیاهو هم و هر کسی دیگه ای کسی رو ممنوع نباید که از گفتن، منتها چیزی که هست این ممنوعیت ها که مخفیانه، جلساتی که مخفیانه میتونه با یه دوربین کوچیک سمع و نظر مردم برسه، اوناست که اتفاقا مانع آزادی سیاسیه. یعنی جلساتی که اتفاق میفته از لای اونها توسط اشخاص معین موضوعاتی انتخاب میشه که باید به قول معروف پوزخربوزهی باشه یا نخودسیاری باشه برای رسانه ها و بازارگرمی و چه باید این نمیشن چون شما بهتر از من میده. اما این که اون حتما باید آزاد باشه. حالا برگردی به نگاه هایی که به این اتفاق افتاد. من فقط آقای سهیمی فکر میکنم به درستی گفت امریکا، یعنی آقای نتانیاهو از یه بخشی از یه کسی، یک جناحی دعوت میشه علارغم اون قضیهی که متداول هست، یعنی اون رو آیت نمیشه، اون شأن دفتر و ریاست و رئیس جمهوری و اون رو قواعد و رگولیشن و رول و قاعده هایی که هست برای مهمانان سرشناسی چون آقای نتانیاهو، این کار رو میتونن همه انتقاد بکنن، هیچ قابل دفاع هم نیست. اما اومد حرف رو زد و نگاه کنیم حالا از حرف رو ارزیابی کنیم به سوری کی بود.
من باز برمیگردم به این که این حرفا کمک میکنه. اولا این من دو ماه پیش گفتم، بازم تاکید میکنم، این قرارداد امضا میشه، این برو برگرد. و اتفاقا این حرفای آقای نتانیاهو با توجه به سالها مرگ بر اسرائیلی که مردم گفتند، به آسانی روزی که بخواد امضا بشه و قطعی بشه و مردم هم گورا بکشن برای این امضا و قطعیت علی‌رغم حق مسلمشون و انرژی هسته‌ای، به راحتی یک روز، یک نشریه حتی در ایران میگه که میبینید که اسرائیل مخالف این، ما باید هرچی که اسرائیل باش مخالفه مخالفت کنیم. یعنی اسرائیل مخالف این امضاست، پس ما میریم امضا بکنیم. یعنی از این زیباتر و لطیفتر و ظریفتر نمیشه مردم رو کشون سمتی که دوست دارن. خب پشتش چی هست که به اینجا میرسه؟ سند که من ندارم دایی جان ناپلونی، نمیتونم حرفی بزنم. من اینو دارم میبینم، به نظر من این هست که این گفتگو در این مقطع ضمن تأثیرش در خود اسرائیل که خیلی ها میگن 50-50 شده وضعیت آقای نتانیاهو برای انتخاب شدن دوباره، انتخاب شد اصلا موندن اون نظر دیگاه و موضوعات رو برگردوندن از تمام مقولات دیگه، از اون ماجرای فلسطین و اون منطقه، همه رو برگشته سمت چیز دیگری. حالا برگردم به یک گفتگویی که افق آقای سیامک دهخانپور کرد با، پس از این گفتگو، با دو نفر، یکی آقای سفیر سابق امریکا یا اسبق نمیدونم در سازمان ملل فکر میکنم، و آقای حسین موسویان سفیر جمهوری اسلامی در آلمان، کسی که همزمان سفارت اون قتل‌های میکنوس، اون کشتار میکنوس زیر نظرشون، اینا رو رضا علامزاده این انسان شریف که زخمم بهش میزنم، دوستانی که باش مخالفن بد چه بد، این مستندی که ساخت و دستیارش رو فرستاد، زن هلندی بود، آقای موسویان نمیدونست داره با کی صحبت میکنه، ازش گرفت اون چیزی که باید توی فیلم جنایت مقدس هست و این کشتار رستوران میکنوس و یا هست، این کشتار حاصل تلاش ها، یعنی سرگروه این اتفاق آقای حسین موسویان بود. ما باشون هم مخالفیم، با حکومت اسلامی هم من خلاف میکنم، اگه آقای نشمت رئیسی اجازه بده من هنوز مخالف، حالا بعد توضیح میدم راجع به آقای رئیسی هم. من خیال میکنم آقای موسویان زد یک جوری نزدیک اون که من میخوام بگم ولی نگفتم، مستند گفت اسرائیل و این نگرانی هایی که داره 400 کلاهک هسته‌ای داره. من فرض میکنم درست میگی شد، اگه نه کسان دیگه باید بده، من نمیدونم 300 تا داره، 400 تا، 350 تا، 200 تا، 100 تا، هرچی. اینو به استناد گفته ایشون چون سیاست داره، الان استاد مهمان، پژوهشگر مهمان استنفورد امریکاست در نیوجرسی، خب جای بدی هم نیست، اما این داره چی میگه؟ باز همه حرفو نمیزنه. ببخشید پرینستون، دانشگاه پرینستون هست ایشون. مرسی، ببخشید من دیگه آلزایمر داریم بیاد آقای بفاقه. بله پرینستون نیوجرسی. بله عرض کنم که ایشون این 400 رو گفته داره، خب ولی نتیجه گیری نمی کنه تو گفته بود. آقای دهخانپور هم نپرسیده، چون من خیال میکنم یه کسی گفتگو میکنه، شما اگه از من پرسشی میکنی پاسخ اینو تا نگرفتی باید من حرفم هر چقدر حاشیه برم 10 دقیقه حرف بزنم، شما تموم شد باید یادت باشه بگی فلانی من پرسیدم این پاسخ چیه. ببخشید یه نقد ظریف به شما عزیزم بکنم که در گفتگو حالا استدارم با چند نفر پرسشی میکنی که طرف نمیده جواب و شما ادامه میدی انگار جوابش هم داده. حالا این آقای دهخانپور این نمیپرسه خب چی منظور چیه، جلو نمیره. حالا من نظر خودم رو ادامه میدم، اگر آزادی سیاسی در ایران بود، باز تکیه میکنم به این اگر بود، منو بسیارانی باهوشتر، بسیار بسیار باهوشتر از من پوری میگفتن که آقا شما اسرائیل، آقای نتانیاهو که خودت مجهز هستی به کلاهک هسته‌ای و موشک‌های دوربرد، همه جور
قدرت نظامی اتمی رو داری و این چیز بین‌المللی هم امضا نکردی، خب شما توقع داری کشورهای دیگه نرن دنبال این؟ سوال بزرگی. یه کسی چاقو بشه دستش وایسه جلوی آقای بهبهانی، بعد آقای بهبهانی میخواد دنبال چاقو بگرده، میگه آه این داره چاقو میخواد برداره. آقا دست تو چاقو، پس آقای بهبهانی حق داره چاقو پیدا کنه. اما اگر این چاقو کش، حالا اینجا ببخشید قصد توهین ندارم، اسرائیل میخواد تضمین و تأمین کنه امنیت خودشو در مقابل جنگ و حمله و هجوم اتمی از طرف ایران و سایرین، داوطلبانه این 400 تا رو نابود کنه و منطقه رو خالی از سلاح اتمی بکنه و بگه وقتی این کارو بکنه دیگه اصلا معنا نداره، چرا کسی باید داره دیگه این کارو بکنه؟ اما الان به نظر من حکومت اسلامی حق داره سلاح اتمی داشته باشه 100%، چرا که اسرائیل داره، باید در برابر تهدید اون این هم داشت تهدید باشه. بله درست گور میگیره، منطقه رو میگیره، خب نکن آقای نتانیاهو، تعطیل کن خودت سلاح رو، تو سلاح رو توجیه میکنی تو داشته باشی فقط. اینه نکته اصلی اینجاست. حالا تو ایران کی میتونه اینو بگه؟ این به نفع رژیم ظاهرا نه، این سیاست پشت رو انگولک میکنه که اسرائیل، گفتم خیلی سال پیش هواپیمایی که از هلند تخم مرغ و جوجه مرغ پر میبرد برای ایران قبل از آذربایجان توی خاک شوروی سابق سقوط کرد، این سقوط گند این هواپیما رو در آورد که این محموله مال ایران بوده. اسرائیل در جنگی که ایران با عراق داشت کمک ایران کرد، اینا رو میدونن همه. من نمیتونم که اینجاست همون آزادیه نیست که کسی بگه که ورز داده بشه، گفتگو بشه، واقعا خرد ورزانه به یک جایی برسه، یعنی اتاقای فکر فراوان تو نهادهای مختلف فکری وجود داشته باشه، نه یک حکومت و لا غیر. اینه که ما همه متاسفانه دنبال میکنیم هر اون چی که به اصطلاح رسانه‌های آزاد از دل اتاقهای دربسته و کنفرانس‌های مخفی و نیمه پنهان و پنهان در میاد به ثوابدید اون اهالی اون جلسات میاد بیرون. این چیزایی که در نشست‌های عمومی میاد مطمئن هستم که هزار بار دورش فکر شده و منافعی پشتش هست و الان آقای اوباما اتفاقا از این طرف هم راحت میتونه الان امضا کنه، همین کار رو خواهد کرد و نتیجهش من خیال میکنم که یک کمی تغییر رفتار این حکومت باشه، اون چیزی که آقای اوباما خواسته، جهان غرب میخواد تمام، برای اینکه بهره زیادی این سالها بردن میخوان حالا کفگیر نزدیک تای دیگه بهره نوع دیگری ببرن. بنابراین من این پیشگویی امام گونه رو کردم تا حرفامو زده بشم. بسیار ممنونم از شما. به حال نتیجه‌ای که از فرمایش شما گرفتم این بودش که صحبت آقای نتانیاهو رو میپذیری یا نمیپذیری، اینو نفهمیدم. یعنی آقای نتانیاهو باید بیاد این حرفا رو بزنه یا اینکه بایستی که یه جوری همه رو نگه، چه جوریه داستان؟ حتما باید بیاد بزنه. 40 دقیقه صحبت کرد، کجای صحبتشو اون منافع اسرائیل و امریکا رو و منافع خودش در منطقه رو طبیعیه، یعنی اگر نکنه دیوانه باید باشه یا فروخته به هر جای دیگه. بنابراین اون حتما باید بگه، گفت، قابل بحث و بررسی هم هست. من نمیگم دروغ گفت، راست گفت. سمت و سوی این اتفاق نجات پروژه امضا شدن قرارداد هسته‌ای با ایرانه، این توجیهش به راحتی و آسانی. موضوعی که سالها عنوان حق مسلم ماست، مردم تحریک شده بودن، این نتیجه این گفتار. من نمیگم نباید میشد، باید میشد. و اتفاقا پشتش هم من خیال میکنم آقای نتانیاهو همین سو رو داره میره، چون نظام ایران برای اسرائیل با حرف، در حرف نشان داده خطرناکی، در صورتی که این حرف ها باعث فروش سلاح فراوان اسلحه به منطقه شده، پولای کلان کمپانی‌های سازنده اسلحه جهان دریافت کردن، سود بردن
ایران هراسی که من این در منطقه این تاکچه شعار آقای احمدی‌نژاد نابودی اسرائیل، هیچ کس هیچ پروژه‌ای به کشتار یعنی نسل کشی یهودیان این همه نتونست تبلیغ بکنه و باز کنه اینو. تمام مردم جهان دوباره مرور کردن، نسل ها گذاشته بود، میتونست به فراموشی سپرده بشه، علی رغم تلاشی که به درستی یهودیان باید میکنن و ما باید از اون یاد بگیریم که نمیکنیم. کشتار 67 تابستان سال یه دفعه مثل نوروز مثلا چهارشنبه سوری، حیف. بنابراین کارهای درست یهودیان آموخته نیست. این رو در واقع زنده کرد آقای احمدی نژاد. حالا بعضی اینقدر جلو میرن میگن آقای احمدی نژاد یهودی بوده، این دیگه من از این حرفا رو دوست ندارم، فرق نمیکنه. مهم اینه که این مجموعه ای که داره 36 سال میشه حکومت میکنه اصلا تصادفی نیومده که آقای رئیسی بررسی یک ساله میکنه با سفر سنگ. خیلی بچه‌وار است، این خیلی عقب‌تر از این حرفا سابقه داره، خیلی خیلی. حالا راجبش بعدها صحبت میکنه که این استاد بزرگ من منو از گمراهی نشون نجات بده اگر اشتباه میکنه. برای این حکومت از روزی که اومد آقای خمینی، اصلا من نمیگم آقای خمینی وابسته بود، اصلا هرگز کوچکترین سندی برای این وجود نداره، برای این ادعا، اما بدون استثنا تفکر ایشون که همون نوع ادعایش هست و بر ما ناشناخته، بر من ناشناخته بود. کی کی کجا حتی توضیح المسائلش ساواک جمع کرده بود و ممنوع بود، کی باید میگفت، کجا باید میگفت، آیا نه در رسانه های پیش از انقلاب؟ اینا رو اینا دیدنیه، بازگویی کردنیه. برای این خب معلومه وقتی که حسینی ارشاد زیر نظر ساواک، آقای ثابتی گفته من نمیگم، با آگاهی و آقای نصر که کاپیتان این تیم بوده راه میفته که خبر داشته باشن چی میگذره و اداره کننش، یعنی بسترسازی میشه، چون نظام پیشین از مذهب نمیترسیده، نوعی حتی پوپولیزم دینی رو مذهبی رو رعایت میکرده. خب بودن مردم همینجور بودن، این نبود که قیصر بیاد این کار رو بکنه. ایداد من برای این ساده رنگ سطحی نگریه کسی که ادعای پژوهش میکنه، متاسفم برای آقای رئیسی یا سفر سنگ. حالا دو تا فیلم دیگه ایشون داره. ببینید این فکر اتفاقا مخالفان حکومت اسلامی رو مثلا آقای بصیر نصیبی رو حق داره، ایشون مخالفه با سینمای ایران بسیار درسته، چون سینمای دولتی قبل از انقلاب دولت تبلیغات خودشو داشت، همه جای دنیا هم داره دولت ها تبلیغ میکنه خودشون رو. روبروش سینمای خونسا هست، سینمای بازاری. اون موقع میگفتیم زلیاد و کاووسی از بستگان آقای نصیبی، این فیلم فارسی سر هم نوشتن یادگار این زنده یاده. خب اون فیلم ها همون چیزی بود که اصلا فکر درست، الان برای همین اون موقع به ایرانی اون موقع میگفتی فکر کن انگار شکنجهش میدی. خب اینا بودی که تاثیر داشته، نه فیلم کیمیایی یا مرجویی یا تقوایی یا بیزایی. آخه ظلم اینجوری دیدن سینما بعد از انقلاب هم با این نگاه به سینما ظلم به اون کسانی هستش که حدی که میتونن یادون باشه اهل فرهنگ و هنره، هر جا زیر فشار وقتی هست این سخت بالا سرشه، بعضیا ول میکنن به عنوان آقا ما هنر برای هنر، میرن دنبال اون. اتفاقا آدم هایی که مخالفن ایسای نصیبی هنر را هنر کاری ندارن، به هنر دولتی هم نمیرن نقد کنن، میگن آقا اینا دولتیه، اونو نمیبینن اصلا، بعدشون میاد حق دارن. مال اینای دیگه این بلکه یه ذره مثلا مثل هیس مال توران درخشنده یا آفساید آقای پناهی بادکنک سفیدش، اینا رو یا نمیبینن یا اگه ببینن برو خودشون نمیرن، یا حتی کاری کیارستمی محافظه کار بذارید بگن. نوع اعتراض به ناهنجاری های موجود یا سقف فشار بر اهالی فرهنگ و هنر عکس العملش بستگی داره به سلیقه، بینش، توانایی، جرأت، خیلی چیزهای اون آدم شخص. من اجازه تحمیل نظر خودم به فلان آهنگساز تو ایران ندارم، بگم آقا تو چرا فلان کارو نمی‌کنی؟ نمی‌خواد. اینجور دوست داره. من میتونم نهایتا نقد کنم و هر چیز. ولی از قول حلیم تو دیگ میفتیم ما یک باره
تمام فیلمسازهای مثل مجید مجیدی که اسلامی ساز قدر که دیگه برو بیانی چه خبر داره میکنه، اونو فقط یک اسمیازی بزنیم، ولی میکنیم تو سر پناهی که چرا تاکسی که اصلا چجوری شکی که آقای مسیح نصیبی عزیز من میگه چجوری تو تاکسی تهرانش دورو فیلم برداری میکنن، نه آقا دوربین کوچولو توی ماشینه، سب تا از این فیلم ها رو میتوزید بدون هزینه، یه فکره ایشون این کار رو کرده. فیلم هم نه ایشون دیده، آقای نصیبی دیده، نه من، ولی راجب فیلم که حرفی نداریم، راجب این که یه فستیوالی در آلمان میاد از جنبه انسانی و سرکوبی که در اون جامعه هست انقدر میتونه، بیشترم نمیتونه به کشور دیگه یه خالت به توضیح بگی آقا ما این آدم رو صندلیش خالی میذاریم، یه جایزه هم بهش میدیم. جالب اینه همون حرفی که وزارت اطلاعات ایران میزنه بدون اینکه این دوستان عزیز من بخوان همون رو تکرار میکنن، یعنی اپوزیسیون اون نظام حرف وزارت اطلاعات میزنه که آقا این جایزه سیاسیه، این تخمش رو وزارت اطلاعات میشه بلده، همون وزارت اطلاعاتی که گفت این روشنفکر آقای خمینی را آوردن. آقای حشمت رئیسی شما خمینی را آوردتان چینین امروز گفتاریشون باشید به زیبایی میگه خودتون این بستر سازی رو کردید، دراز مدت هم میگه درست هم میگه، روشنفکر ها اینو میخواستن، کدوم روشنفکر؟ حتی مبارزانی که دیگه تو گروه های زیرزمینی هم متشکل بودن ریز و درشت، هیچ کسی نظام نمیخواست، فقط زوری که اون پوپولیزم مذهبی در ایران داشت همه میشناختنش. این آقای رئیسی هم میدونه خوب اینه که الله اکبر، من 15 سالگی نماز روزه تمام فشاره که تو خانواده و محله بود گذاشتم کنار، یاقی شدم قصهش گفتم روی تلویزیون ها، گفتم من توی انقلاب انقدر الله اکبر گفتم گلوم گرفت. چرا؟ معنی چی میداد آقای رئیسی؟ الله اکبر تو انقلاب درسته که تنها ممکن بود، تنها شعار ممکن بود، ولی همه میدونستن معنی مرگ بر شاه میداد، همه اینو میدونستن. البته اون بخشی که میرفت مسجد قباء حسینی ارشاد در تهران میگم، ولی دیگه حساب شهرستان ها روشنه، اونا خب باورشون هم بود الله اکبر. ولی حرفای آقای خمینی هم نگاه کنیم یه سنده، تا هنوز نرسیده به قدرت، هنوز داره انقلاب روند انقلاب میاد، تا میرسش توی 12 فروردین اون رفراندوم قضایی بکنه، تا اونجا حرفا رو بیارید نقد کنید حرفاش رو، اگه راست میگید اونا رو بیارید. خب ما اونا رو قبول داریم، اون حرفای ما رو جور دیگه میزد، حرفای انواع ما رو همه رو بلد بود، به هر حال اتاق فکر داشت، آدم داشت، اونجاست که قدرت رو میگیره ذره ذره. خب من خرداد 58 خداحافظی کردم، بعد از خودم بگم امکان داشتم در وزارت فرهنگ و هنر که ارشاد اسلامی میشد آقای وزیر شدیشون، اولین وزیر ارشاد ممیز بودشون، دعوت به کار شدم، میتونستم وایسم به خودم گفتم به مدارج بالا سقوط کنم. من خرداد 58 از ایران خداحافظی کردم از تمام امکانات، که بچه ها تعجب میکنم بودم آقا این رشته سر دراز داره دریا هم زمین مردمی میشه که شد. اون وقت حیف که گفته های من رو عزیز من پیش نسبت بگم، نمیدونم از من شاید کوچکتر شما رئیسی نشنیدن، من نقل قولای نادرست میکنن که وقت من روشنش میکنم، دلم نمیخواد این یه نادرستی گفت، این نادرست گفته ایشون تأمین داده بشه بقیه چیزا، امیدوارم بقیه مستند باشه چون به واقعیشون تحلیل کردن رفتن و کار درستی بشه بود. و همه حرف اینجاست چه باید کرد. یه برنامه بود آقای میبودی داشت 10 دقیقه وقت میداد از جمله آقای رئیسی به خیلی ها. چه باید کرد دلم میخواد اینا هنوز فایلش باید باشه، یه روزی وقت بکنم من اینو بررسی کنیم ببینید 99% زمانی که هر کس گرفته به چه نباید کرد و چه ها دیگران کردن و چه شد و چه شد میگه، اگر 1% بگه اونم کلی چیزی میگه اون ربش هیچی، چه باید کرد توش نیست. خیلی دارم میخواد آقای رئیسی بگه چه باید کرد، آقای هنوز سوال بی جوابه، همه میگیم اینجور بود آخ بود اینجور، الان این نجیم مونه اونه، چرا اینه، چرا دریاچه فلان خوش شده، چه باید کرد؟ اینجا سوال اصلیه و پاسخ و دوستان متاسفانه ندارن. من میدونم، فکر میکنم اون که من میدونم اینه،
فکر میکنم چون هر کس میگه آقا دیگه چند روز نوبت اون روزای آخره، این باید اون که من میخوام بشه. و حالا یه مثال داشتیم، دیگی که واسه من نجوشه سر سگ توش بجوشه، من خب چه کنم مثلا با این اون رو واسه جمعشم پلا کنم، خیلی اینجوری نگاه کنم. بنابراین این قافله تا به هشت لنگ است و متاسفانه ما بلدیم همدیگر رو خونسا کنیم. 34 5 سال من شاهدشم، اما هیچ راه حل نداریم. به اینکه راه حل ها فر... یعنی خطیه، حالا یه خود پنجش این خطاری به جایی نرسیده، نمیرسه، نخواهد رسید با زمانی که جبهه‌ای گلوگشاد، من گلوگشاد 10 تا خط زیرش میکشم، جبهه‌ای که همه توش باشن، چون یه جامعه همه هستن توش و همه آزاد باشن، اوین نداشته باشه، شکنجه اعدام نداشته باشه، اون وقته که میتونه یه کسی اینجا بگه آقای نتانیاهو شما تمام سلاح‌های هستی رو نابود کنید، قرارداد منطقه غیر هستی بودن اون منطقه رو سلاح اتمی که ایران هم امضا کرده، شما هم امضا کردین، اسرائیل هم امضا کرده، اون رو عمل کنید، بهش غیر هستی رو کنید، غیر اتمی رو کنید، منطقه رو و خودتون هم دیگه نترسید. اگه بقیه ارتش پاسدار هم بیاد آر پی جی داره، شما بزرگترش رو دارید با حمایت امریکا و به همه اینا، برای این جای نگران نیست. پس وقتی ایران این اتفاق به این آسانی نمیفته، مگر دلایل شاه نتانیاهو بگه، چون نمیفته من میگم این یه کاسه ای هست زیر اون این کاسه. بنابراین من نتیجه بگیرم از فرمایش شما و اون این هستش که شما نتیجه فرمایش شما این خواهد بود که یعنی آقای نتانیاهو با توجه به اینکه میداند این قرارداد امضا شده آمده و این حرفا رو اینجوری میزنه که در حقیقت توجیه باشه، و شما گفتی که ایران میگه که پس چون نتانیاهو و اسرائیل مخالفه پس به نفع ماست که ما امضا کنیم، یعنی تمام مجموعه فرمایش شما رو تو این جمله میشه خلاصه کرد. اما یه جای اشاره میکنی به محمد سعیمی و من دیدم که آقای سعیمی توی برنامه‌ای که آقای فروزنده گذاشته بود از ایشون و آقای اکبر و مهدی جلالی و خانم شورای نظرم دعوت کرده بود که اونام بیان حرف بزنن و همه صحبت آقای سعیمی این بودش که نخه آقای نتانیاهو بی خودی گفته که ایران و داعش یکی هن، در حالی که ایران و داعش دوتا هستن. من فهم میکنم مهدی جلالی پاسخ درستی رو با آقای سعیمی داد و آقای سعیمی رفتارش کاملا معلومه، یه آدمیه که بالاخره تو باند آقای زنگنه است، هنوزم تو اون باند داره کار میکنه، نونش رو از اون راه میخوره، بنابراین راه دیگه نداره، همواره بایستی که اون سیستم رو حمایت کنه. بفهمید، شما آزادی هر وقت خواستی صحبت کنید، بفهم. من وقتی نقل قول میکنم از آقای سعیمی یا هر کسی دیگه، هرگز به معنای پذیرفتن همه اندیشه های اومدم نیست، این روشنه برای همه شما و بیننده شنوندگان شما. از آقای سعیمی من نقل قول کردم که ایشون به درستی گفت اسرائیل 400 کلاهی که هسته‌ای داره. خب همین، من واقعاً کاری آقای سعیمی، من این اطلاعات رو اگر خودم داشتم خب نمیگفتم آقای سعیمی، من این خبر نداشتم این تعداد. او از اون فقط اینو نقل کردم. بله من اون گفتگو رو دیدم و آره این یه بالانسی بود بین همه. آقای جلالی خیلی به نظر من اصول منطقی صحبت کرد. ولی همه ببین داستان اصلی اینه که اون چه که هست رو میگن چیکارش کنیم، اینه یک کارش باید نه. به تغییر بنیادین شرایط اجتماعی سیاسی و نهایتا اقتصادی موجود توجه نمی، یعنی راه حل ندارن شاید، یا سلیقش میبینی که این نظام گردگیری بشه، اگه اینش اینجوری بشه خب این بهتر میشه دیگه. بله من اعتراض به اون ندارم، من خیال میکنم آقای جلالی قبلا یه خود اینجوری و الان من اسمش میذارم رادیکالتر، یعنی یه خود زیرتر، اون زیرار هم تکونایی میده میگه من ایشون رو دوست دارم. به هر حال نه همه اندیشه ها همه اصلا نمیشه، ربات فقط میتونه شکل هم ساخته بشه بیاد بیرون. بنابراین من فقط یک نقل قول کردم تا میشنم شما. ما بگردیم به موضوعی که شما چند بار تو صحبتتون اشاره کردید به آقای رئیسی. من فهم میکنم که این ارتباط داره به اون موضوعی که آقای رئیسی در این جلسه سه‌شنبه، نه در اون قبلی، در مورد اینکه من ازش پرسیدم که این شرایط انقلاب چی بود و اینا،
و یک تعریفی از شرایط انقلاب داد که به نظر من تعریف درستی از شرایط انقلاب داد، و بعد هم اشاره کرد به فیلم سفر سنگ و سفر سنگ رو باز کرد، گفتش که من از این زاویه نگاه میکنم، شما برین از این زاویه که من وایسادم، بیا سر این صخره وایسا، سر این تپه وایسا، از اینجا حالا نگاه کن ببین اینجا چجوری صحنه رو میبینی. خب پرسپکتیوش رو عوض کرد در حقیقت، و بعد از شما نام برد به عنوان اینکه شما رابط ساواک بودی. من فکر میکنم این بخشش شما رو یه ذره آزرده کرد. چی میگی شما، آیا رابط ساواک بودی شما در اون دوران، چجوری بود داستانشو؟ این من اگه وقت پس باشه صحبت بله بفهمی عرض کنم موضوع بود که یه ذره سر دوربین رو باید تغییر بدیم، منطقه یه ذره سر دوربین بدیم بالا، آه بازم یه ذره دیگر روزم جا داره. بله بفهم عرض کنم حضورتون که با کیمیایی خب بچه محل بودیم، یه باکسی بود تو محلمون 5000 رو گره باکس میزد، یه باکسی بود تو شعبات تازه با جیگون شده بود و سیویل در آوردیم سینما میرفتیم شعبات دیگه به جای خیابون ری، اونجا واکس میزد طرف 11000 یه تومن یک قرون میگرفت، ولی واقعا واکسی که میزد اصلا اولا چقدر رو کفش نمود و کفش نوه نو میشد، ما میومدیم اونجا واکس میزدیم. یادم کیمیایی وقتی حرف میزدیم با هم، خب هنوز فیلم نساخته بود ولی رویا این آرزو با ما بود و از خیلی کوچیکی خنده‌دارم بود و تعریف کردم وقت طرف نمی‌کنه. مسعود کیفیایی میگفت ببین ما اگه باکسی هم بشیم باید اینجوری واکس بزنیم. خب من این حرف رو برای آقای رئیسی باید بگم، دوست عزیز خافر همه را به کشی خود بندارد، من اگر قرار بود رابطه وزارت اطلاعات، این رابطه وزارت اطلاعات خیلی حقیره، یعنی خبرچین، یعنی یه چیزی که من به پول نیاز داشتم، به شهرت نیاز، به چی نیاز داشتم، من اگر قرار بود با ساواک اکسپوز بشم یه سر سوزن، به شما قول میدم آقای رئیسی میتونستم آقای ثابتی کارمند خودم بکنمش، آقای ثابتی رو اوقات هوش داشتم بشه کارمند من، تو چرا اینقدر زبون نگاه میکنی منو، شما یه خود بی بالاتر یه نگاه درستری بکن. نه این فیلم حالا بذارید بگم براتون، پس وزارت اصلا ربطی به ساواک نداشت این فیلم آقای رئیسی، دروغ مطلق، این اصلا ساواک دخالتی در سفر سنگ نداشت که نداشت که نداشت، بابا هستن آدماشون در وزارت اطلاعات بسیارشون داره کار میکنه، اما من شاهد دارم برای حرفا. سوال برام پیدا میشه، آیا در فیلم های دیگه، یعنی این که شما میگید در اینجا نده، یعنی در جای دیگه ساواک نقش داشته اصولا؟ ساواک در وزارت فرهنگ و هنر اداره کل امور سینمایی کشور در مراحلی پشت اون میز آقای شمالی هم بود، اسمش یادم نمیاد، متاسفانه مدیکل اونجا آخرتمند مدیکل بود، آقای صالح بود شمالی بود، سناریوی هر کی می‌نوشت میرفت اونجا، مثلا الان که میره ارشاد یا میرفت نمیدونم، خب اون خردمند و صالح که خودشون تصمیم نمیگرفت، اینا همه میدونستیم، این کسی چه میدونیم کارمند ساواک یه کسی، یعنی اینا اگر سناریوی رو برو بودار به قول خودشون بودار حس میکردن معلومه که مشورت میکردن با ساواک، این تردید نیست، اما در مورد سفر سنگ اصلا اینجوری نبوده، برای اینکه اون سال چجوری بگم این فیلم این داستان اصلش مال آقای فراهانی بود، سنگ و سرنا هست، اون تفلک نوشته، گرایشات حزب توده داشت، مثل مادر چپ ایران حزب توده بود، ایشون هم گرایشات داشت. خب آقای کیمیایی یه فیلم داشت میساخت به نام زخمی ها، اسمش زخمی ها، داستانی بود که گیتی به خاطر گیتی آشنا شده بود. این آقای فرانی همین آقای بهزاد فرانی پدر گلشیفته است دیگه. دقیقاً بله بله، دوست خوب منم هست، بوده و هست. این زخمی ها داستانی بود که آها من با کیمیایی هم شکراب بودیم و بودیم یه ماهی بود بیشتر شاید اصلا نمیدیدنش، یادم نیست چه اتفاقی، نعمت حقیقی زنده یاد زنگ زد گفت آقا ما مثلا الان یک شنبه است گو این جمعه فیلم برداری چون میشه، پاشو بیا بابا، پاشو فلان فلان شده بشی بیا اینجا، خلاصه یعنی آشتی بود دیگه، اومدی رفت خوری گیتی و نعمت بود و مسعود جان بود و نشستی گپ زدن، خب چی میسازی قصه رو خلاصه شو گفت، گفتم این فیلم عبدالله قیابی ساخته کیفر، گفتم آره ساخته رو ببینش، موند همینجوری زنگ زدیم جورک تهیه کننده فیلم بود، قسط همه رو داده بود، قسط اول هم پنجشنبه یا جمعه قرار فیلم برداری شروع شه، حالا 4 روز 5 روز مونده،
هیچی خلاصه رفتن دنبال کردن دیدن آره آقا این پشته اون رو چیکار کنیم چیکار فیلم برداری تعطیل شد نشستیم خونه مسعود جان و خب چی خلاصه قصه چی داری؟ یک عالمه داش که براش فرستاده بودم داش خواهی از جمله آورد چند تایی رو گفت و خلاصه سنگ و سرنا رو خلاصه شو خون هم نعمت زنده یاد هم نمودیم این خوبه بشنگ و بشنگ هنوزم حالا میگم چرا هنوزم توی این نوشته آقای فرهانی هست زن حضور نداره. خب جامعه سنتیه زن نمیده سنگ بیاره که زن تو خونه آشپزی باید بکنه. آره اون درست بود با اصول فرهنگ مذهبی سنتی ایران هم خواند بود مثل همین حکومت بسید اینجوری بود. اما محسود میخواست گیتی نقش داشته باشه قرار شد بنویسه سناریو رو و وقتی تموم کرد جمعشیم دور هم نعمت هم بیاد و بخونه نوشت دو تا زن گذاشت که یکیش فرزانه تاییدی بود برای اینکه توجیه کنه این دوتا رو دیالوگ هم گذاشت اون که زنده یاد نعمت کاش بود شاهد بود که وقتی رسید اونجا که اینا اینجوری هم برای نعمت یه نگاهی به هم یه لبخندی و خب مسعود سرش کنیم آره خب این سازه دارش میخواد دو تا زن بذاره عیبی هم نداشت. یک دونه چیز مذهبی تو این نوشته نبود. ایشون نوشت جورک این سناریوی بهزاد فرهانی پولشو جورک داده بود قبلا مال جورک بودیم 50,000 تومان. من که میگم با جورک صحبت کردیم این که فیلمسازیش که هرچی کار کرده هیچی نداره و واقعا نداشت دستش خالی بود حالا الان نمیدونم کاری نداره بذار یه فیلم برای خودش بسازه. اون موقعی بود که وزارت فرهنگ و هنر بودجه میداد به فیلمسازایی در حدود 800,000 تومان مثلا اون موقعی ماکسیمومش بود بودجه میداد فیلم بسازم. قبلش البته بود اونو بعد میگم راجع به انقلاب سفید هر کی بسازه بلاعوض میدادن که فیلمای خنده‌دار آقای وحدت ساخته بمونه. فیلمسازای درست کسی سراغ اون نرفت. هیچ کس یک نفر هم. پول کلان رایگان. بذاری که میگم وحدت ساخت یکی از نوای ششگانه بود اون موقع وقتی فیلم فرهنگ هنر دیدن گفتن بودو اینا رو درش بیار برای اینکه باعث خنده مردم میشد در سالن. در آوردن اون تیکه هایی که میخواسته تایید کنه انقلاب شاه و مردم بمانند. وام تقاضای وام کرد کیمیایی از فرنگوان خودش با تلفن اونجا برام ریپور برای بچه ها بودن زنده یادان خلاصه یه نامه نوشت و تصویب کردن 800,000 تومان. مسعود کیمیایی فکر کنم هنوزم اهل حساب کتاب ماری نمیتونست باشه نبود اون موقع مطلق یعنی دو تا چهار تا بلد نبود خودش میگفت من هنوز فرض اون موقع میگفت فرق فیزیک و شیمی رو نمیدونم چی گفتم نگران نباش من دفتر درست کردم و بانک حساب باز کردم براش پول از فرنگونه رو قسط اولش اومد ریختیم تو اون رو برو جا ببین و خلاصه شدم تهیه کننده به عنوان نه اگزیکیتیو پرودوسر نه سرمایه گذار به عنوان تهیه کننده یعنی همه کارا از کاستینگ از انتخاب هنرپیشه همش با مسعود رفتیم جلو. بهارلوی فیلمبردار عزیز همینجا بگم کیمیایی به حق نعمت بیمعرفتی کرد بذار بگم نعمت رو به دلیل دستمزدشو که نخواست بده کنار گذاشت میلش بود من دوست نداشتم. بهارلو رو دعوت کردیم آمد و بهارلو کنار اومد فیلمبردار خوبی هم بود فیلمبرداری خوبی هم کرد و شاهد این حرفی که میخوام بزنم یه بهارلو هم بود هست پاریس زندگی میکنه. رفتیم به فیلم برداری خیلی من زحمت کشتم سر اون فیلم قرار بود ما اون فیلم رو مونتاژ کنم موزیک بذارم و مثلا فکر دستمزد تا همین الان که با شما حرف میزنم اگه شما یک قرون گرفتی از این فیلم سفر سنگ یک ماه و نیم نه 40 روز یک روز فیلم برداری رو من گردوندم فیلم برداری سختی هم بود فیلم بهشون میده همینجا بگم غزل که صیاد یادش خوش گوشی صدا کنه سر فیلم غزل که برای کانون سینماگران پیشرویی که بعد از اون نفر بودیم تهیه کنندش بود غزل رو ساخت که شکست ما اقتصادی هم داشت حدود 2.5-3 ماه اون فیلمی که میشد 5 تا اونجوری فیلم رو تو 3 ماه بسازی چون سنگین کار صحنه سنگین نبود 41 روز فیلم برداری سفر سنگ طول کشید و من حالا وسط فیلم برداری آقای
بهشتی و یک کسی دیگه ای که بعدا وزارت ارشاد اسلامی رفتن و سریال معروفی ساختن که اسمش خاطرم نیست، دو نفری آمدن سر فیلمبرداری سفر سنگ برای آبیک قزوین توی زیاران، به زیاران بودیم ما، اونجا آب نداشت، زندگی حالا اونا مهم نیست. اونجا که اینا آمدن با کیمیایی، خب مهمان بودن، هر کی میومد سر صحنه، هر کی بوده میدونه پشت صحنه پذیرایی میشن، میمونن، موندن صحبت کردن دیگه. صحبت های این دوستانی که هواداران آقای شریعتی بودند احتمالاً هستند با هر شکلی، این دوتا با کیمیایی صحبت کردن تأثیر گذاشتن آقای رئیسی روی آقای کیمیایی، نه ساواک. دوتا آدم امروز حضور دارن، اینا شاهدن، اینها هوادار آقای دکتر شریعتی بودند و حسینی ارشاد و مسعود نامسلمون، یعنی آدمی نبود که فرایض اسلام جینیشیه انجام بده، نه، من تا 15 سالگی نماز روزه بعدش یاقی شدم، ولی فکر نمی‌کنم کیمیایی یه رکعت نماز خونده باشه. اما فرهنگ شیعه متداول در بگیم بیشتر اوقات ایران خب مقبول میکرد این پیشنهادات این دو فرستاده، نه آقای شریعتی، فرستاده که خودشون اومده بودن، کسی واقعا نفرستون دارد، نه ساواک حتما این کار نکرده بود. اینا اثرشون رو گذاشتن رو آقای کیمیایی، من که نمیدونستم چی گفتن، ولی تا اونا که بودن پشت صحنه یا سر فیلم برداری رفتن، تابلو چیز هست، تابلو هست، حالا با مقوا هرچی جدول بندی خانه بندی شده، فصل های فیلم هست، شماره گذاری هست، تو هر صحنه کیا هستن، چی هست، لباس چیه، فلان چیه. وقتی تموم میشه یه خط میخوره که پایان فیلم برداری، وقتی همه خونه ها پره جشن گرفته میشه و فیلم تموم میشه. توی این لیست کارهایی که بود، یک دونه از فصل های مذهبی شعاری که در سفر سنگ نمایش داده شده پیش از انقلاب بود، نبود تو این سن. خب من همچنین بودیم و نشسته بودیم، شب گفتش که فردا امامزاده فیلم برداری میکنیم، فکرم کدوم امامزاده؟ گفت این پوشی امامزاده امامزاده خوشگلی چی چی برای کدوم سکانس اونجا میگیری؟ گفت نه بیان میگیم اون تو این سنگ اونجا رو میاد اینا میرن دیگه. شهر فصل رو گفتم که مسعود جان یعنی چی این کار؟ چی میخوای بگی؟ هیچی نگفتم، چامون خوردیم و صبح شد با حالو بریم. گفتم من نمیام سر فیلم برداری اولین فصل مذهبی این فیلم، شاهدم بود میشنگ با حالو، آدم شریفی، دلیلم نداره دروغ بگه، آدم بسیار شریف، حالا هنرمندیش دیگه روشن، ولی خلقیاتش رو نمیده چقدر این آدم راست. هی گفت بعد پاشو بیا واسه، گفتم نه من دوست ندارم، نرفتم. این بازوبندی که اینجا بکنه این از علی حاتمی گرفتیم، من خودم گرفتم، ولی نه برای اینکه بذاره سنگ و هول بده، ببین همه هول میدن سنگ را نمیفته، این بازوبند اینجوری میذاره به سنگ، پرده سینما میشه بازوی این آب قرآنه و سبز آب قرآنه داری و سنگی که تکن، خب معجزه رو میاری تو سالن سینما برای اون بدبخت ساده لوح با فرهنگ روستایی زندگی کرده حاشیه نشین شهر شده به قولش رئیسی عزیزم. و این معلومه که اینو تکون میده بعد وقت به باور، آقا معجزه رو نشونش میدی. خب اینا رو و اینا رو گرفته بود، من که دیگه سر فیلم برداری مسئلهش خودم نبودم، نمیرفتم عمدن و تصمیم گرفته بودم که دیگه نه مونتاژ نه موزیک. فیلم برداری تموم شد، اومدیم یه خود همه حالت چیکرا هست درده، خب رفیق 11 سالگی با هم رفیقیم تا اون موقع، حالا میگفت خب حالا فکر کنید کی مونتاژ کنه فیلمو، گفتم اگه میخوای به هم بچسبونن مهدی رجایان زنده یاد نمیز که درفت، اما اگه میخوای مونتور باشه ناصر تقوایی رو صدا کن. گذشت دو هفت روجه به همه چیز زدیم و رفتیم و رسون من رو دیگه، من رفتم نمیدونم چقدر تو پیشه مثلا دو هفته هیچ بیخبر بودم، گویا رفته بود سراغ ناصر تقوایی. آها من بکیم یه گفتم که من اگه بخوام کار کنم من اینا رو تمام این چیزای مذهبی اینا رو من دوست ندارم نمیذارم تو به تو چه اصلا کنم رو ما رفتی. ناصر تقوایی که صدا کرد، ببین ناصر تقوایی زنده است من بیخبرم، با ناصر تقوایی هم سر فکر میکنم فرشته جنابی بود و اون شهین دوتا دوستش بودن، من یه خود شکر بودم آقا نه این اون درست نیست، اون بالوی فلان چه و چه اختلاف نظر خصوصی،
واقعا 3 ماه بود فیلم برداری هم پیش اومد، اصلا ندیده بودمش. گیتی زنده یاد به من زنگ زد، آقای رئیسی، گفت تو به ناصر تقوایی راجع فیلم حرف زدی؟ گفتم بابا ناصر تقوایی بگه ای، من مدت هاست اصلا باش تلفنی هم صحبت نکردم، ندیدمش، چی شده مگه؟ نگران شدم چی شده، باش من بگو گیتی چی شده. گفت اومده تمام حرفایی که تو میزنی داره میزنه. گفتم خب گیتی جان چرا فکر نمی کنی هم عقیده است در این موارد که تو راجب چی؟ گفت همون بازوبند و هم چیزایی امامزاده و فصلی زیبا و اون قشنگی فلان. گفتم که فقط اینو فکر کنم به جوان مسعود من نگفتم، من اصلا ندیدمش، ولی این شد. و موسیقی فیلم هم آقای واسقی و آقای حیوات داده میداد، چقدر بدیم اون احمد عزیزم، آقای انتظامی، مجید انتظامی و آقای واسقی دوتایی موسیقی فیلم داشتن، اصلا ارزیابی نمی کنم. اینم گذشت، کار من با این فیلم تموم شد. تا این دیناری هم دستمزد نگرفتم، از بقال سر کوچه‌ام نسیه آورده بودم که دیگه کره مربا نون بلکی بود، دیگه منمن میکرد میخواست بده نسیه بماند، مهم نیست، مسئولیت کسی نیست. آها، 10 تا 11 سال پیش زنگ زدم، یعنی زنگ زد که میریش رابطه برقرار شد بعد از اون سفر تورنتو فلان، تلفنی صحبت کردیم، گفتم مسعود جان اجازه بده یه کاری بکن این سفر سنگ. آها، پیشنهاد کرد که آقا پشو بیا، پشو این فیلم بابا پشو بیا موزیک تو بساز، چیکار چه و چه. گفتم ببین من از سفر سنگ به دلایلی که میدونی از تو خداحافظی کردم، تا این لحظه کارم نکرد. اگه میخوای من برگردم به تو باز ادامه بدیم کارو، من رو سفر سنگ باید موزیک بذارم. و برنامه بود، باهوشه، فهمید. هنوزم به خودش نگفتم الان دارم میگم، ولی اون فهمید که نکردی. گفتم یه کپی فیلم سوالت برام بفرست، صداشم بفرست، استودیو بعدی هست، من موزیکاشو برمیدارم، یک ادیتی دوباره میکنم و موزیک میذارم، یک قرانم تو نمیخواد بگی، من این فیلم رو خارج نشون میدم، اگر هزینه هامو در آورد در آورد، داخلش هم مال تو، هر کاری خواستی بکن، خواستی نشون بده نده. بعد از مدتی بهانه آورد، گفت نیست و کپی کارش اینو اونش نیست و نکرد. کپی سالمم رو ویدیو نبود، ولی من این کار میکردم و هنوزم دلم میخواد اگه بشه سفر سنگ رو اونجوری که روی نوشته بهزاد فرهانی بود، اونجوری که دیوار سر صحنه بود ادیت کنیم، من چون خوب میدونم چی بود، ادیت کنم و موزیک بذارم، اقلا کار خودم رو تموم کرده باشم، برای اون رویایم، برای فیلمی که دلم میخواست روش کار کنم، چون بسیار بسیار درست بود. درسته که رو فرهنگ رو بگیم پوپولیزم، نه دینی نمیگیم، نمیتونیم بگیم صاحب، ظاهرا آره ظاهرای مقبول بود، درسته، آقای رئیسی به درستی میگه، اما میکرد یه شال سبز اضافه آزیبی اون بیگانه. حالا نقدهای آقای رئیسی رو من اصلا اجازه ندارم بگم، این نگاه درست بعد از فیلم منطبق کردن این درست اصلا میبینی اه؟ برای همین آقای که میگه من انقلاب پیش بینی کردم و وقت من میخندیدم، چون این فیلم رو من گردنش گذاشتم، نه اینکه ساواک از من خواست گردنش بذارم. یه داستان غیر دینی رو، دوست عزیز، حشمت رئیسی عزیز، نه یه داستانی مال بهزاد فرهانی که گذشتش روشنه، آدم مقبولی بود برای من، هست، حالا شرایط جوری نیستش که اون کاری که تو بیرون من و تو میتونی بیرون بکنی اونم بکنه، ولی داستان اینه هستش. و زشت‌ترین کار اینه که آدم غیر مستند خیال پردازی و وقت دروغگویی و وقت بی‌اعتباری خود آدم پیش میاد و بقیه حرفای شما میره زیر سوال. اینا که گفتم من یک دونه شو همش شاهد وجود داره، ولی دلم نمیخواد آقای حشمت رئیسی بی‌اعتبار بشه، برای اینکه این خطا رو کرده روی حدسی که زده که گفتگوی من با به عنوان رابطه ساواک، که گفتگوی یه چیز شنیدم امروز در یادم نیست، مثل اونجا مثلا بوده یا کسی بوده که اون ساواکیه به من اینا رو گفته، نگفته حدس میزنم حتی، یعنی یه ساواکیه گفته من که برو اینا رو جدا بذاری توش تا بتونی فیلم بسازی، اصلا اینجور نبود. اصلا این فیلم اینقدر اصلا راحت پروانه شده، پول داد فرهنگ هنر، نه ساواک، هیچ چیز دینی تو سناریو نبود، متاسفم اینا
درسته با این نظام با اون نظام مسئله داره آقای رئیسی، عیبی نداره، درسته، نقدهاش درسته، ولی باز میگم بعدن بررسی میکنم گفتار ایشونو ندارم راجع به خودم، راجع به این تحلیلی کرده که زیگزاگ داره، ریشه‌ای نیست متاسفانه، ظاهر ریشه‌ای داره. وقتی من انگوش میذارم کجاها که ایشون حتما، نمیخوام بگم شلختگی، حتما صلاح ندیده، رد شده، نمیدونم، ولی من توجه رو وظیفه خودم میدونم این توجه رو به این آموزگارم بدم که نادرست ناکامل دیده، ضمن اینکه زمان خوب همه چیز رو همه جانبه نگاه کرده، اما هنوز برای فردا چه باید کرد رو نداره، چه باید کردی که نه خودش پیشنهادی کنه مقبولیت عام مبارزان، نه عام مردم، عام مقبولیت پیشقراران مبارزه برای از بین بردن استبداد، نه مستبد و جایگزین کردن یه مستبد دیگه. اگر چی طرحی ایشون داشته باشه، حاصل این پژوهش‌ها و گفتارها به نظر من سودمند خواهد بود و خستگی نشبت رئیسی عزیزم در میره و با منم من خیلی خیال نمی کنم با شخص من مسئله داشته باشه. نه ایشون داره بررسی میکنه، میگه اونجا لابد این بوده که ساواک خواسته این ساواک، اصلا اونجا ساواک بعد از اون سال اصلا در ضعف بودن، گوزها رو ساواک خیلی فشار آورد، اگه فرصتی بود من میگم اونو، حتی مهدی میشه آقا دست به فیلم نزنید سرمایه منو بذارید بخوابه، ولی ساواک میگه باید این فیلم نشون داده بشه، باید فرامرز غریبیان در این فیلم عینک نداشته باشه، یعنی فیلم از اول دوباره بری بگیری، تا بالاخره پذیرفت آقا نمیشه. خلاصه 30-40 صفحه سناریو نوشته بود و آقای چیز میمد میساقیه، مجبور کردن کیمیایی رو، ساواک روی گوزها خیلی فشار گذاشت. گفتم دکتر نمیرات موقع نمایش فیلم در تالار بکی گفت هی ما جمع کردیم خودمون گفتیم الان میان ما رو میگیرن. آره فیلم تندی بود، بهرام ریپور، بچه های فرنگانه بودن اینا که خب سناریو رو خونده بودن، اجازه داده بودن، این فیلم تصویرا میگفت چیز، سناریو دیالوگ حرفی زیادی نداشت برای اعتراض به وضعیت و اون ماجرا. فیلم هم داغ اومده بود، داغ معروف از لابراتوار فرنگونر فکر میکنم میره تو آپارات خونه تالارودکی، فیلم نمایشش دو سیانس بوده از دستشون در رفت و فیلم طوری بعد از دو سیانس هیاهویی شد که هرکی بود آنگویالا بود. اینه که اون فشار فراموش ناشدنیست و کیمیایی بعد از اون ناگزیر بود غزل بسازه. بذارید همینجا هم بگم یه چیز دیگه که شرف نشون داد نساخت، یک فیلمی بهش پیشنهاد کردم با شرکت فردین راجع به نیروی هوایی، شهرزاد زنده است بودم شد، 300,000 تومان دستمزد فردین، 300,000 تومان به مسئول کیمیایی دستمزد دادن، پیشنهاد دادن این فیلم رو برای نیروی هوایی با تمام امکانات نیروی هوایی هر مدتی که میخواد جت فلان هر چیزی زیر دستش اینو بسازه، میخواستن جوانا همه جا دنیا میکنن، نمیگم چرا، که بیان نیروی هوایی بپیوند، بودجه گوشن نکرد. البته خب خیلی هم گوش شب خونه میخوندیم و میخندیدیم، جت و یارو که نوشته بود نمیدونست که این جت سرعتش چیه، فردین که قرار بازی کنه عاشق دختر پایین خونه بای بای میکنه پایین خونه، یعنی یک دهم ثانیه هم نیستش که رد میشه از تو خونه معشوق بای بای میکنه، این کلی باعث خنده بود از این چیزا تو سناریو بود، پول توش بود، نکرد کیمیایی. این چی بود که سفر سنگ رو بیره برای پول کار کنه؟ نه، حتی وامی که از فرهنگونه گرفت گفتم من برای چرخوندم فیلم رنگی خیلی، یعنی خودش نمیتونست چیزی هم گیرش، بعد از نمایش فیلم دیگه من خبر ندارم، مهم یک چیزه، آدم هایی که دنبال پول بودن، البته قدرت و پول همدیگر رو میسازه، راه آسونتری بود، چرا با جنگ دکتر کاوسی رو زیرم اینجا بگم، بابا دکتر کاوسی سر قیصر آقای حشمت رئیسی میدونی چی گفت؟ شما هی میگی جاهلا رو خواستن اعتبار بهش بدن، جاهلا بی اعتبار رو نخواستن اعتبار بدن بهش سر حالا گذشته، یه ذره چیزی هست توش، مطلق نفیش نمی کنم، ولی اون فیلم دکتر کاوسی گفت آقا نقشتن دیگه، آقای نصیبی فامیلش میدونه یه جنای دو سه نفری بودن دکتر کاوسی و یاران، نوشتن آقا به خواهرت تجاوز میکنن، خب برو کلانتری شکایت کن، مملکت قانون داره. ابراهیم گورستان، نجف دریابندری، او یه طیف آگاه روشن فکر
به نظرم بسیار بسیار بگم فرهنگی ادیب اهل و نه فرصت طلب، که اینا در واقع این فیلم رو حمایت کردن و معنای فیلم یک کلمه شد، ببخشید دو کلمه، ویسر یعنی عکس العمل. این توی دانشجو قشر مبارز قشر مخالف پیچید. من اگر با قیصر امروز چند سال بعد از انقلاب گفتم که اگه دوباره قیصر ساخته بشه من شریک جرم نمیشم، نه برای اینکه چاقو، نه، اون فرهنگ اسلحه بود دیگه، فرهنگ سازمان چریکای فضایی بود. مگه پژاک راه نیافتاد در ایران؟ به قیصر ربطی نداره. پژاک جوون 17 ساله اسلحه داشت. وقتی نظام استبدادیه تنها راه میشه رفتن کشته شدن یا کشتن، خب میشه اسلحه، میشه اون سمبول چاقو. قیصر یعنی عکس العمل. اما اون چی که من باش مخالفم هنوز، اون موقع نفهمیدم، همینجا بگم، و روشنفکری ایران هم توجه نکرد. فیلم شروع میشه با اینکه این دختر بهش تجاوز میشه و این باید خودکشی کنه. من با این فرهنگ اون موقع، من اصلا من برام مقبول بود، من با این فرهنگ مخالف شدم. بعد از انقلاب فهمیدم و هنوز مخالفم. چرا باید در جامعه ایران یه دختری که بهش تجاوز میشه متجاوز سربلند بیاد تو محل زندگیش بکنه، دختر بره خودکشی کنه؟ و قیصر داستان مستندی است که در بازارچه رو اکرمشتی، بازارچه چی بود اسمش حالا یادم نیست، اونجا یک آدمی به اصطلاح فاسق خواهرش رو با چاقو زد کشت. این 6 یا 7 ماه بعد از زندان، دادگستری اسلامی، نه دادگستری پیش از انقلاب، محمد شاه پهلوی، شاهنشاه آریامه، دادگستری اون 7 ماه بعد از اکثر، این آدم آزاد شد، اومد تو سر خیابون ری جلوش گوسفند سر بریدن، دستاشو چپ و راست باز کرد، یه سری هم نوچه دوروش راه رفتن، لاتام عزت تپانش کردن، رفت تا تای محل راه رفت. این قیصر بود، اتفاق افتاده بود. مسعود نبوغی به خرج نداد، زیبا ساخت، هنوز زیباترین فیلمه، ولی این نطفه، این که دختر چرا باید خودکشی کنه، هنوز در ذهن حتی بعضی از خارج از کشوری‌های ما متاسفانه حضور داره. اونایی که شهرنشینی ظاهری میکنن، مدنیت مدرن رو عمل نمیتونن بکنن، برای اینکه اون فرهنگ سنتی شیعه مذهبی هر جوری بگیمش نمیذاره. اون فرهنگ حکومت استبدادی میذاره، همینی که زایده. و اون وقت توجیه هم میتونه بشه، اتفاقا تحت عنوان حرمت و اکثریت. واویلا، و اکثریت هم تو تاریخ جوامع بشری ثابت شده همیشه اشتباه میکنه. اگر اقلیت اون آزادی سیاسی غیر شرط رو نداشته باشه، در برهنگ پاشنه چرخیده و خواهد چرخید. من سوالم این استش که ماجرای این دوتا فیلمی رو که مطرح میکنی، یعنی فیلم گوزها و فیلم سفر سنگ، کل اولا اینا دوتا فیلم با هم فاصله زمانی دارن، یعنی اینکه اون گوزها خیلی زودتر از سفر سنگ ساخته میشه و توزیع میشه، ولی کل تحلیل رو که منهای اون بخشی که آقای رئیسی میگه که شما نمیدونم رابطه ساواک بودی اونها، کل اون تحلیلی رو که میکنه، تعریفی رو که میکنه، پرسپکتیوی رو که به نمایش میذاره، به نظرت اشتباه نگاه میکنه؟ یعنی پرسپکتیوش جایی که وایستاده ناظره اون منظره اشتباهه، یا چجوریه؟ یه تأثیرش اونی که بعد خود شما ادعا میکنی که کیمیایی بر این حرف گفتش که من انقلاب رو درست کردم، آیا این حرفش غلطه یا درسته؟ چجوریه؟ این حرف رو وقتی میزنه که فیلم موفقی داره، مردم ترکید، من ایران نبودم، ترکیده بعد از انقلاب همینجور همه پسندیدن، خب معلومه سوار موج شده احتمالاً، من ارزیابی نکنم. اون نقد فیلم رو من کاری ندارم، ولی این پیوندش با چرا انقلاب شد بسیار به نظر من سطحیه. در مورد سینما سطحی نگاه شده، گوزها با اون اصلا ربطی به هم نداره، حتی قیصر اصلا ربطی به انقلاب نداره، اینا سطحیه، اینا همه یعنی اگه اینجوری بگیم تمام زندگی اجتماعی مردم هست و شرایط زندگیست که از انقلاب مشروطه، اگه بخوایم بررسیش کنیم، چرا انقلاب 57، از انقلاب مشروطه و چه اونجا رو باید بررسی کنیم، بیایی جلو و
و نمیدونه کسی کی انقلاب میشه. اینی که اون من بعداً به اون مطالب دیگه خواهم پرداخت. فعلا اجازه بدید که من فقط اشاره کنم که نگاه عزیزم یه خورده من بگم با شوخی، البته برای تفریح میگم اینو، رئیسی بزرگوار دایی جان حشمت بازش میگم متاسفانه سطحیه در مورد علت انقلاب اینا نیست. اگه اینجوری باشه که واویلاست. اگه اینجوری بود هنر دولتی هم میتونست کار کنه. میبینیم که هنر دولتی کار نمی کنه. امروز هم هنر معترض در حد و اندازه‌ای بسیار سرکوب شده تر بزید بگم نسبت به گذشته، ولی باز سوراخ‌های رو آدم‌های پیدا می‌کنه. این فیلم نیست آقای تنهایی ساخته، با دوربین موبیل دارم دوربین تو خونه خط کشیده روز آخر. یه خود انصاف داشته بشه. نه هیچ دولتی ایدئولوژیک اجازه نمیده فرهنگ و هنر معترض به ناهنجاری‌ها را بره تا اونجا که بتونه، مگر اینکه این حاکمیتی که در آینده مردم میخوان حاکمیتی باشه که اصل اول قانون اساسیش آزادی های سیاسی بی قید و شرط برای همگان در اولین شرط قانون اساسی بیاد و هیچ مذهب رسمی وجود نداشته باشه و اون وقت بره قانون اساسی به تدریج بند بند با مردم در میون گذاشته بشه و تدوین بشه. بنابراین نه، اجازه بدید در فرصت مناسبتر مستند تیکه های گفته ایشون رو من میارم راجع به غیر از خودم. من اگه میخواستم رابطه شیمیایی با ساواک یه خودش بزرگتر از من بزید یه من اون ساواک باش تماس نبوده، هم چیزی نبود. میتونستم اون وقت بعد از انقلاب چرا بیام بیرون دیگه وزارت چطور میشون در کلش دست من خودم باشه. من بلد بودم اگه اون تو میرفتم آقای رئیسی باور کن خیلی بهتر از همه آقای زنجانی کوچولو پیش توانایی خودم. من نیازمند نبودم، نه فقیر به منای درویش، نه من غنی‌تر از تمام این حرفا بودم. پولی هم که در میدم 25 سالگی شروع کردم موزیک فیلم، هر سال چند تا فیلم رو میدیدم 25 هزار تومان کم نبوده ها، کارمند حقوق میگرفت 1200 تومان. من سالی 2 تا 3 تا 4 تا فیلم رو میدیدم میگفتم نه من کار نمی کنم اینا رو. اینا همون فیلم هایی بودن که خوراک حاشیه نشینان شهر و روستانشینان یا شهرک نشینان ایران بودن که آقای رئیسی احتمالاً این فیلم ها رو دیده، فیلم هایی که تفریح بعد وقتا تفریح نداشتن جز اون نوع فیلم ها. گنج قارون نمیخوام آقا، مال نمیخوام آقا، مال دنیا چیه؟ آخوندم میگه چی؟ مال یه جور دیگه همین رو رد میکنه، فقر فضیلت در اسلامی بعد از انقلاب. نه اینا رو بعدا بهش بررسی میرسیم بهش به موقعش که اقلا شاید آقای رئیسی وقت بتونه نظر متقابل داشته باشه. میگه جیفه دنیاست، میگه ما جیفه دنیا. اما بگذاریم جیفه دنیا رو بیژن مفید یا زندیات در شهر قصه قشنگ گفت. بله منم اینجا دقیقا به همین نکته اشاره کردم و اینکه مثلا الان اون فراز اول صحبت شما که نقش وزارت اطلاعات و چجوری اینا رو تخم لقو میشکنه، مثلا اینکه میگه که آخوند در دوره مثلا شاه خیلی اعتبار داشت الان اعتبارش از دست داده، من میگم نه اون موقع اتفاقا اعتبارش کم بود. دلیل هم همون شهر قصه است، دلیلم فیلمای نصرت کریمیه جایی که اینا رو تخته میکنه، تعریفشون میکنه و میگه که اینا چه شخصیتایی بودن، چه شخصیتایی هستن. به نظر من این بس درستیه که اونه که در حقیقت اینا رو یه جور دیگه نعل وارونه میزنه. اما باز اگه برگردیم، یعنی اون تیکه‌ای که اون شما اشاره کردی قرآن می‌بنده به بازوش و حرکت میکنه، این آیه هیچ تأثیر یا اونجایی که مثلا در فیلم یه داره یه جنایتی داره صورت میگیره یا حتی یه اذان قرآن پخش میشه و بعد اون جانی دست از جنایت میکشه، فکر نمیکنی اینا در روحیه جامعه اصلا نقش داشته، تأثیر میذاشته؟ اون قابلیت، این که شرایط که میگفتش که راه سعادت از دین میگذرد، این اصلا موضوع بود، اینا نمیتونست اصلا هیچ مؤثر باشه در این که ما به سمت یه انقلاب اسلامی بریم، خمینی مظهر اون باشه، اینجوری باشه، اینا نمیتونست اصلا اثر بذاره. به نظر هیچ چی بوده؟ شما چیزی میگید که جوابش تو خودشه. اصلا مگه میشه
موردی، مقوله‌ای، گفته‌ای، کاری، چی اثری بی اثر باشه، تأثیر نداشته باشه. حتما تأثیر داشته، حتما تأثیر داره. اما عمده کردن این سطحی نگریسی، به نظر من نگاه سطحیه، عمده کردنش. بله، اینا این تحریک احساساته. ولی قبل از اون آخوندها برای منبر پیش از انقلاب، مردم رو تلویزیون دیدن شاه نشسته زیر منبر یک آخوند. آخوند داره حرف میزنه، شاه پابرهنه نشسته گوش داره میده. خب این نمیدونم چجوری بگم، که میگم تو آخر وقت برام اینا شد، تو حرفات خیلی چیزا بود، اثر داشته، اینا همه اثر داشته. اما این که میگی این بود که این شد، این خیلی برخورد مکانیکی است و سطحی و نادرست در نتیجه. اما اگر همه جانبه درست ببینی، این هم ابزاره. امروز در ایران سینمای دولتی، سینمای اسلامی دولتی اوریان وجود داره، حرفش هم میزنه، اصلا تعارف هم نداره، نمیزنه بسازی. خب قبل از انقلاب یه ظاهر خود آقای رئیسی قشنگ بود، بسته‌بندی مدرن داره توش، عقب‌گرا، مرتجع. خب بود، واقعا این بود. حالا اون جزئیاتش ایشون اشاره درست نمی کنه. مسئله اینه که آیا ببین، شما شهر قصه رو میگی، آخه شهر قصه تاعت شهر گذاشتن، علی آتمی باز رفت شاهد این ماجرا، کسی دیگه، اون هوشنگ منظوری بود، تاعت تو لاله‌زار، تاعت پارس رو میگردون. من و علی آتمی فکر کردیم این نمایش شهر قصه رو ببریم تو لاله‌زار، سال 56 آره یا 55 56 55 در حال بره لاله‌زار. من این تئاتر اگه میرفت تو لاله‌زار، اما اجراش آسون بود، ویژن رو راضی میکردیم بیاد دعوت کنیم دمو، اون میمون تا انقلاب و انقلاب نمیتونست اون رو جمع کنه و اثر میذاشت، نذاشت فرهنگ هنر. حالا بذار اول اینجا بگم، به منظوری که گفتیم که باشه بیاییم با زخ کردیم، فرداش هوشنگ منظوری زنگ زد خونه علی آتمی، علی به من گفت، گفتن یه صفحه خلاصه داستان رو بنویسیم بدیم. گفتم فرهنگ هنر میدونه این تالار هنر، یه صفحه نوشتیم دادیم منظوری، رفت اونم گفت خودن نمیشه، اجازه نداد وزارت فرهنگ هنر در لاله‌زار پیش از انقلاب شهر قصه نمایش داده بشه. آخه اینو کی، آقای رئیسی؟ آخه اینا جزئیاتی است که اینا بابا یه حکومت از اون نگاه کنیم، این حق داره خودشو حفظ کنه. شهر قصه رو برای یه عده بیننده ندید میگیره این نظام، چون ایدئولوژیکه زورش میرسه اون ادرم ول کنه. ببینیم میگه نمیخوام آقا، اصلا فیلم بساز، برو بیرون اینجا، هر چه برو یواشی، اصلا برو بیرون از ایران. آرزوی حکومت اسلامی و سردمداران اطلاعاتش اینه که پناهی از ایران بیاد بیرون، به نمیاد و این زیباست. من همینقدر اعتراض پناهی رو بسمه، آفساید و بادکنک سفید و تاکسی اصلا نساخت باشه، انصاف ما نداریم و متاسفانه دلمون میخواد. ببین این استبداد تو من، اگه بگم باید همه عین من فکر کنم، خب این یعنی همینی که هست، یعنی همونی که بود و همونی که خواهد بود. آقای بهبهانی متاسفانه، اجازه بدید فرصت دیگری مناسبتر بپردازیم به جزئیاتی که لازم. سپاسگزارم آقا، حتما این کار رو انجام خواهم داد، برای اینکه موضوع بسیار بسیار مهمیه و سعی میکنم که یه برنامه بذارم که از حضور چند نفر استفاده کنیم و با همین بحث رو پیش بریم، اگر که این رخصت رو دوستان به ما بدهن. از شما ممنونم آقا، امیدوارم که در آمریکا که هستی سفر بهت خوش باشه، در کنار خانواده اونجوری که دلت میخواد اوضاع احوال برات بچرخه. شما فعلا در آمریکا هستین دیگه؟ من هفته دیگه میرم و فکر کنم پنجشنبه ظهر میرسم به استکهلم و جمعهش میرم به آلمان. ولی پنجشنبه ساعت برنامه شما هستم، امیدوارم این فاصله زمانی و جت لک میگن بهش اجازه بده که من سر مغزم کار کنه. ولی هستم، ببین سن و صفحه اولی شناسنامه رخصت بده. ممنون از شما، شما سراتون در واشنگتن هم توقف میکنی؟ خانم انصاری از ماهی میپرسی شما سرات در واشنگتن توقف میکنی یا نمیکنی؟ بله، امیدوارم برسم ایشونم ببینم، یه توقف کوتاه دارم و میرم نیویورک که از اونجا سوار میشم برم. اگر خواستید پنل چیزی بگو، چقدر خوبه، فقط یک کاری بکنید، به نظر من یک موضوع رو انتخاب کنید که پنل یک بیرون نره، در نره، نه نه همه کار خواهیم که حتما این کار این وقت به یه جا میرسه، حتما ادامه پیدا کنید پنل هفته یه دفعه مثلا، حتما این کار خواهیم. ممنونم ممنون از شما، سپاس بذاشت. بهار گفتگویید با آقای
اسفندیار منفردزاده، امیدوارم که این گفتگوها کمکی کرده باشد. درنگ کوتاهی میکنیم و در خدمت شما خواهیم بود. اسالت کنید که اگر این برنامه مورد توجه شما هست، لینک برنامه را از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس، یعنی اگر ایمیل لیست بلند بالا داری و یا اینکه اکانتی در بالاتری، اونجا هم نشر بدید که موضوع بگردد. و از کاوه نازنین هم در سایت مردم ریپورت تشکر میکنن که بعضن لینک های برنامه ما رو در سایت پر مخاطب خودش هم قرار میدهد. به فیسبوک ما بیایید، آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/mihantv1. ممنون از همه شما، تا فرصتی دیگر سپاسگزارم.